سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو دیگه. اینجا چنل مسترکیه، محمد هستم. اینجا تست و بررسی انواع قفلا رو براتون میذاریم، به اضافه روش‌های باز شدنشون، به اضافه مشکلاتی که اغلب براشون پیش میاد و راه حلشون که خودتون بتونید در صورت بروز اون مشکل توی محل، حالا خونه، سر کار یا هر جای دیگه درستش کنید. امروز یه قفل کتابی خیلی بزرگی داریم، یعنی واقعا شاید بگم تا الان بزرگترین سایز قفل کتابی که دیدم این بوده و حالا کلیلای کامپیوتری مارک کوبینه مارک کوربین، مغزی خوره قفل، فکر میکنم وزنش هم هلوشه مثلا بالای یک کیلوه ولی بدنه سرب خشکه، یعنی ببین ضعف همین الان. بعد جالبه که فنر دقیقا پشت خود میله است، یعنی وسط قرار نگرفته، یعنی انتها قرار نگرفته، البته جا هم نداره که بخواد قرار بگیره. همین که این پشتم یه فنر هست واقعا چیز جالبی. در کل خودم ندیده بودم همچین قفلی رو، توی مغازه یکی همکارا بود، منم برداشتم آوردم گفتم برم ببینم باز میشه ویدیوشو بتونم حداقل بگیرم برای پیج یوتیوبم. و هیچ چی دیگه، بزن بریم با هم دیگه ببینیم این قفل کتابی هیولا باز میشه یا نه. خب دوستان، همونطور که توی حالا چیز دیدید، قبل‌تر دیدید، بهتون گفتم که خیلی قفل بزرگ، ولی حالا شاید توی ویدیو اونطوری معلوم نباشه، برای همین یه مقایسه براتون میکنم. این قفل کوچولویی هایتونم ویدیوهای قبل، اینو بذارم بغل این اصلا به چشم نمیاد، یعنی اصلا اینگاه این قفل نیستش. یا یه دونه قفل گیرا، این کنار یه دونه قفل گیرا، این از حالا عرضش این ور نگاه کن دوباره، یعنی ببین هیچ جوره به هم دیگه نمیخورن، انقدر که این قفل زخیم و بزرگه، انگار بچه همن، نگاه همه قفل بچه همن. حالا این قفل رو نگاه در برابر این، حالا همین قفل رو در برابر این که میگیری خیلی کوچیک به نظر میرسه، قشنگ دو برابر اینه. در کل که اصلا میگم پرام ریخته بود من این قفل رو دیدم. خب اول با کیلو خودش یه امتحانش میکنیم. کیلو خیلی روون باز میشه، یعنی غیز جادوی خیلی روون باز میشه. حالا ولش کن بگذاریم، میخوایم بریم سراغ باز کردنش. دوستان این قفل متعجبم کرد، یعنی یه سیستم باز شدنی توش بود که اصلا پرامو ریزوند. ما اول این دوتا سیمایی که احتیاج داریم رو میاریم، البته این نه، این رو میاریم. با دوتا راه حل این قفل باز میشه. یه راه حلش انقدر راحته که اصلا میگم با خودم گفتم این همه خرج قفل کرده طرف، مثلا فیلان کرده همچین قفلی رو ساخته بعد اینطوری باز بشه، یعنی میگم واقعا اصلا پشم تو تنم نموند. حالا اینجا رو فقط ببینید شما، اول راه حل سخت شما امتحان میکنم. خب بذارین اول سیم کامپیوتریم کدومه، دلسام اول صبح واسمون داره بلبلی میزنه. بذارید داره سیمه رو پیداش کنم. خب این سیممون اینه. خب من میرم واسه این که دونه دونه ساچمه رو تنظیم کنم. تو میگم این راه سخت بشه برای این قفل، این راه آسون رو بهتون نشون بدم دندون ریزه. همونجا با خودتون میگی آخه اینم مگه اسمشو میشه گذاشت قفل؟ حتی اصلا خیلی زجاله ای بود، من اصلا انتظار نداشتم اونقدر راحت باز بشه.
بعد من یه اخلاقی دارم، یه راه حل آسون که گیر میادم دیگه، راه حل سخت برام سخت تر میشه. میگم خب وقتی اونطوری میشه بازش کرد، چرا داری اینقدر خودتو زحمت میدی؟ این هم امتحان کنیم. دوستم اول ولی یه بار اینجوری بازش کنم، بعد برم سراغ اون راه حل. شاید باورتون نشه این قفل چند بار باز شده، ولی الان داره اذیت میکنه. اینا چقدر صدا میدن این بغل، بذاریمشون کنار. ولی دوستان بگم، از لحاظ مغزی کیفیت زیاد بدی نداره، از لحاظ یعنی ساچمه ای ببخشید، ولی از لحاظ مغزی فوق العاده کیفیتش بده. یکم دیگه تلاش میکنم باز نشه، میرم سراغ همون راه حل آسونش. چون میگم دوستم اول اینطوری باز بشه، بعد حالا اون راه حل رو بهتون نشون بدم، اون روش باز شدنش رو بهتون نشون بدم. دوست ندارم خیلی سریع برم سراغ اون. یک بار دیگه ما با سیم کامپیوتری باز کنمون. آها چه عجب. خب این از باز شدن خود قفل، باز شدن تو پیش. حالا فکر میکنید راه حل باز کردن آسونش چی باشه؟ دوستان پشت این مغزی که روی این قفل نصب شده بازه. یعنی چی؟ خب الان بهتون توضیح میدم. وقتی پشت این مغزی باز باشه و قفل توی انتهای، یعنی زبونه قفل کردن میله توی انتها نباشه و آخر این قفل باز باشه، همونطور که ببینید اینجا چیزی نداره برای باز و بست شدن. خب پس چی میشه؟ پس این میشه که این میله ما میره داخل باز، همون شده رفت. زبونه توی اینجاها قرار میگیره. بذار ببینم این که بره داخل اینجا، دقیقا اینجا هست زبونه، اینجاست. یه دونه سیم، هر سیمی میره داخل، میفته داخل اون زبونه و بازش میکنه به همین راحتی. و این میشه که قفل به این عظمت در کمتر از یک ثانیه، در کمتر از دو ثانیه تهش قابل باز شدنه. یعنی کسی که قلق این قفل رو نداشته باشه، یه دونه سیم بندازه اون تو یه بازی بکنه، قفل بازه. به خاطر همین میگم اصلا واقعا یه اتفاقی بود که گفتم این همه مثال طرف بیاد یه قفل بزنه، قفل مغزی خورد اینور اونور، بعد یهو با یه دونه میله خیلی راحت ایزی باز بشه. مگه میشه؟
اولش خودم چیز میکردم، خودم گول میزدم، گفتم نه نه اینجوری نیستش. بعد یه دو سه بار دیگه امتحان کردم، دیدم که بابا دقیقا همینه. چی بگم؟ یه زدم خودش صفر میکنه ها. وقتی این فنره هست یه زده اون میلهه صفر میشه، ولی هیچ. اگر دوست داری بازم این محتوا ببینی حتما چنل من سابسکرایب کن، ویدیو لایک کن. اگر ایده، نظری و سوالی داری حتما واسم کامنت انگلیسی بذار که توی کلیپ های بعدی ازش استفاده کنم، کلیپ مجزا براش درست کنم، یا اینکه جواب سوالتون رو بدم. و اینکه اگر دوستی داری که بازم این محتوا خوشش میاد حتما این ویدیو واسه اونم شیر کن. خیلی مخلصم، پولدار و سلامت باشید، تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.